این فرد فرید نام دارد و باشنده شهر کابل می باشد. وی به اتهام دزدی یک بوری آرد به محکمه کشانده شده است. قضیه سرقت یک بوری آرد و اتهام اسامی فرید نام دایر گردید و اتفاق آرا اتهام وارده علیه تو فرید نام در زمینه ثابت بوده. فرید میگوید نانآور فامیل 13 نفری است و به دلیل تنگ دستی و فقر دست به چنین کاری زده است. 13 سرایل فامیل نفقهش ما به خانه می بردم. 15 روز یک ماه من بیکار ماندم. بعد از 15 روز بعد این سرقت ما به خاطر که گشنه مانده بود طفلای صغیر. گشنه مانده بود ما به خاطر مجبوریت فامیلی کار کردیم. اما محاکمه این فرد با انتقادهایی از سوی کارشناسان روبرو شده است. آنان میگویند ارگانهای قضایی افغانستان صرفاً قدرت مجازات افراد ناتوان را دارند، اما در مورد آن دست مقامات بلندپایه دولت که به جرایم سنگین متهمند خاموشی اختیار کردند. به باور این صاحب نظران، عدم توازن در محاکمه مجرمین میان دولت و مردم فاصله ایجاد میکند. مشکلات اقتصادی و بلند رفتن نرخ مواد اولیه در کشور شماری از باشندگان ولایات را به خوردن علف مجبور ساخته است. در آخرین مورد از فقر در ولایات، 3 کودک در ولایت سمنگان به دلیل گرسنگی جانهایشان را از دست دادند. در برخی موارد، مشکلات متعدد اقتصادی باعث شد تا جوانان دست به خودکشی بزنند. به باور کارشناسان، ارگانهای قضایی باید در پی محاکمه و مجازات آنانی باشند که اموال بیت المال را سرقت می کنند و باعث افزایش فقر در کشور می شوند.